اما در مورد قزه, قزه یک تاریخ چار هزار ساله داره قضه یکی از مهمترین مکانهای ایران برای داد و تجاری بوده اصلا به سرزمین غزه سرزمین خدایان میگفتن به خاطر اینکه سرزمین قزه یک سرزمین بسیار پر بوده و لازه اقتصادی انقدر قزه شکوفا بوده من گفتم چندین شهر بوده در زمانهای دوران هخامنش و ساسانی که اینها شهرهای بسیار پردرآمدی بودند یکی خوزی ها بودند که میشه خوزستان و خوزستان جز ده شهر اول بوده قزه جز اون ده شهره اصلا ما از دو هزار سال پیش دو هزار پانسد سال پیش سه هزار سال پیش اصلا سرزمین غزه معروف بوده به سر... شهر خوشبخت بهش میگفتن سواحل خوشبختی کسی که میرسید به سواحل قزه بهش میگفتن آقا غزه سواحل خوشبختی است خب این سواحل خوشبختی رو در دوران باستان یونان باید تسخیر میکرد که بخش قابل توجهی از یونانیا وقتی که میان و سرزمین غزه رو تصرف میکنن تقریبا میتونم بگم 600 پیش از میلاد بود که بیشترشون هم از جزیره کرت میان کرت بزرگترین جزیره یونان و حتی میتونیم بگیم در کنار مالت که خودش یک کشوره یکی از بزرگترین جزایر کجاست؟ جزایر مدیترانه است و از جزیره کرت میریزن حمله میکنن غزه رو میگیرن بعدش ما در سال 500 و فکر کنم 2 پیش از میلاد بود ما میریم اونجا و کمبوجیه ما میره ماشی 332 پیش از میلاد که حمله گه... اسکندر گوجستک به ایران بود و ما اونجا مقاومت میکنیم ما 526 میلادی پیش از میلاد پیش از میلاد کمبوجی پسر شاهنشاه کو 2300 سال پیش اتفاق افتاده اینا هنوز لجشون اینا هنوز دلش نکرده 2300 اسکندر, سلسد... اسکندر <applause> آره اسکندر اسکندر اینا واقعا یعنی اینا اینقدر ای پر لجن اصلا چقدر چقدر اغدهی بابا 2300 سال پیش بود تو چرا الان ناراحتی یعنی چی یعنی فکر می‌کنی آره مثلا می مثلا به یونان حمله می‌کردن تو جنگ ماراتون جنگ ترموبی اون ما خوب بودیم ولی اونا که زدن ما رو چیز آره. ما ش... کردن. کردن آره شما فکر می‌کنین آره دقیقه فکر می‌کنین امپراتوری ایران وقتی میرفت کشور دیگر وقتی میرفت مثلا مصر رو می‌گرفت مینا چیکار می‌کردن اینا مثلا چیزی رو نسوزدن آدم نکشتن چرا دیگه تو جنگ ترموپیل خشایارشا آتن و آتیش میزنه اصلا معروفه خب اون اینا میگن حق داشته برای انتقام بوده <تصفح> ما خوبیم ولی اونا ما <تصفح> در مسیری که میخواست برای جنگ با مصر بره در... البته اسکندر هم خیلی شب از خیلی لحاظ شبیه کورش بوده ها و کورش مثلا میخواست فرجر مثلا کورش اسکندر اگه تمام چیزایی که از کورش خوشتون میاد از اسکندر هم با همون دلیل ها باید خوشتون بیاد من اینکه مثلا اسکندر وقتی می اومد ایران حالا اینا پرسپولیس و این آتش زد اونو همش به اون چسبیدن در صورتی که میو بقیه کارش وقتی که ایران گرفت میخواست مثلا تمام فرمانده هاشو میخواست ایرانیش می... میخواست مثلا فرهنگ ایرانی یاد بگیرن زنای ایرانی بگیرن میخواست یونانیا رو بیشتر ایرانی بکنه و ایرانیا رو یه مقدار یونانی کنه یعنی میخواست فرهنگ رو قاطی کنه که بینشون دشمنی نباشه میخواست مردم هر بذارش فرمانده های کشور مختلف بتونن خودشون بدون دخالت یعنی خیلی به طور داوطلبانی از هم یاد بگیرن از هم خیلی یعنی بدون ز... میخواست کاری بکنه که مثلا فرهنگ و دین و اینا باعث بهونه برای دشمنی بین مردم های مختلف نباشه خیلی از شهرهای مثلا ایرانی اینا خوشش اومده از مردم ایران خیلی خوشش میامد خیلی اسکندر بعد از حالا اون شبیه هم که تازه پرس پولیس آتیش زد مصر بود میگن و همه کارهای دیگه که کرد به نظر, میرسه که خیلی فرق داشت با اون کاری که اون شب کرد البته خب این فاجعه بود که پرسپولیس آتیش زد اینو من نمیگم اون که اونقدر قدرت داره که مثلا تو هیچ جنگی شکست نمیخوره همه دنیا رو میخواد بگیره و اینا هیچ کس هم جلو دارش نیست یه جور جنون آور دیگه آدم دیوونه میشه وقتی اینقدر قدرتش زیاده و تو دنیا هیچ البته نه نه, خل... ببین اتفاقا برعکس برای اینکه اون اوایل اوایل پیروزیش بود بلکه جلو طرف خیلی اتفاقا اوائل. امپراتوری ایران توی اون دوره بزرگترین امپراتوری جهان بود وقتی اسکندر آره ولی بعد بعد از اون اگه نگاه کنی همینجوری هی میرفت جلو هیچ وقت شکست نخورد خب بعد از اون که فکر می‌کنی وقتی شما یه همچین قدرتی داری کارهای اینجوری دیوانه و احمقانه عادی ازت سر بزنه هم هم هم, هم پسر کوروش وقتی مصر رو فتح خیلی از این رو میکرد مثلا فکر کنم ولی به غیر از اون خیلی مثال نداریم که برای اسکندر به غیر از اون یه کار خیلی مثال برای کار احمقانه نداریم خیلی بقیه کاراش استراتژی اصلا از لحاظ جنگ و از لحاظ استراتژی و از لحاظ کمترین هزینه برای هم خودش و هم برای مردم کشوری که داشت بهش حمله میکرد واقعا این یک شخص نابغه بود برای زمان خودش چه جوری این همه یعنی خیلی جالب اینا اینقدر اح... اینقدر علی حرف میزنه برای اینکه حالا شما دشمن ج... امپراتوری ایران بود و موقع برای همین علیش هستین در صورتی که واقعا این یک شخصی بود که اگ... اگه شما یونانی بودین الان اینقدر بهش افت... یعنی نمیدونم اینکه حرف... هست اینکه میگه اگه یونانی بود اینقدر بهش افتخار میکرد همینم باعث شده که ادبیات یونانی و تاریخ یونانی خیلی مهر محبت زیادی نشون داده نسبت به اسکندر و ما از اون لنز داریم میبینیم یعنی خیلی از حرفایی هم که زده میشه رو شما خیلی جدی نگیر به نظر من بخ... به همین یه کاری هم البته که اسکندر که ببین فلسفه و عقاید زمان یونان واقعا عقاید برتری بود نسبت به بقیه جهان خب و این کاری که اسکندر کرد و رفت این همه جاهای رو گرفت به طور غیر امدی باعث شد که این عقاید برتر همه جای دنیا رشد بکنه یعنی هلنایزیشن شدن دنیا واقعا به نفع دنیا شد به نفع همه دنیا شد اتفاقا یک یکی یک، یک چیز تاسفی است که برای ایران اینه که خیلی بیشتر مقاومت کرد برای هلنایز شدن یعنی جاهای دیگر رو نگاه کنین خیلی تحت تاثیر عقاید فلسفه یونانیان قرار گرفته شدن و به نفعشون شد و ایران یه موقع کمپر ایران به خاطر عقاید زرتشتیشون و اینا خیلی بیشتر تونستن مقاومت کنن و این به ضرر ایران تموم شد حتی اگه نگاه کنید زمان اسلام هم خیلی از خیلی از بدترین چیزای اسلام اثرشون به خاطر تاثیر عقاید یونانی فلسفه, فلسفه یونان باستان عقاید وحشتناک اسلام تاثیرش کمتر شد شما اگه زمان عباسیان نگاه کنین فیلسوف و عقاید دولار عباسی نگاه کنین انقدر, انقدر و دانشمندان دوران اسلام بیشتر تحت تاثیر فلسفه تفکرهای یونان باستان بود تا تفکرهای خود اسلام و فکر کنید این باعث شد که مثل دنیای اسلام خیلی بیشتر رشد از لحاظ علمی از از فلسفی رشد بکنه که اگه فقط اسلام بود که واقعا وحشتناک بود خب اینو ما ادامه دیدیم اونجا میره و مردم غزنه رو نجات میده و مردم غزنه قد... میان استقبال پسر شاهنشاه کوروش و غزنه در زیر مجموعه ای امپراتوری بزرگ ایران باز تعریف میشه و ما به عنوان یک پدر معنوی هوای مردم غزنه رو داریم که یکی از مهمترین جاهای اقتصادی کل عراس میگیره چبوجیه میگیره اونا میان استقبالش ما پدر معنوی و این صحبت هاییم ولی وقتی اسکندر میگیره داستان فرق کنه. ما خوبی <تصحیح> ما خوبیم اونا, اونا یه حرف درست هم سیاوش داره میزنه آره خود افتادتون میگن از فلسفه رای تاثیر پذیر بود آره یه مقدار یه مقدار عقیده. یه مقدار یه مقدار یک عقاید افلاتون یه مقدار از زرتشتر تاثیر گرفته بوده اینو فکر کنم نه افلاتون بود یا ارسطو بود که عقایدش از تأثیر تاثیر گرفته یادم نیست درست ولی ببینید خیلی جالبه و خیلی ایرانی انقدر غیرتی هستن به اینکه همه چی ایرانی باشه که تا یه مقدار یه, چیزی، یه مقدار از یه چیزی که تاثیر گرفته میگن نه این منبعش بوده چه یعنی مثلا فرض کن که افلاتون یه زیاد یه سری عقادش یه مقدار به خاطر زرتشتی رو عقاد افلاتون تاثیر داره این حرف که این تاثیر رو به جایی که بگن تاثیر داشته میگن منبعش بوده بعضی وقتا البته خصوصا بهشون نمیگم م... ولی با ایرانی ها اینجوری فکر میکنن اینکه مثلا شما نگاه میکنین فاندینگ فادر کسایی که مثلا آمریکا رو شروع کرده فاندینگ فادر چی میشه به فارسی پدران نه کسایی که پدران چی؟ مؤسس پدران مؤسسه آمریکا رو نگاه کنین اونا هم بعضیاشون از کورش تاثیر یعنی عقاید کورش روی اونا تاثیر گذاشته خب بعد به جای که بگن مثلا اونا عقاید کورش رو عقاید اونا تاثیر داشته میگن که آها مثلا نه کورش بوده که باعث این شده که آمریکا انقدر خوب باشه عقاید کورش ما کورش ما عقیدش نمیدونیم چی بوده که میخواد تاثیر بذاره نه این دیگه نه. مثلا ماس جفرسون مثلا یک خونده بوده خب حالا این شد دیگه مثلا دموکراسی آمریکا از مدیون کوروش و داروش شد یعنی دیگه انقدر بزرگش میکنن که مسخره میشه آره بزرگش میکنم و یه مقدار میدونیم به خاطر اسکر... از همون کورش هم به استوانه کورش هم خیلی بر... فرق داشته با ا... کسای دیگه موقعی که فهم میکرد یعنی اونا یه مقدار میشه فهمید مق... یعنی خیلی کم به خاطر اینکه اکثر چیزایی که در به کورش میدونیم چیزایی بود که یونانیان در به نوشتن بلکه ایرانی هیچ نمی نوشتن ام... ولی خب همون استوانهی هم که داریم منبع مبعه... ام... چیز هست دایرکت هست بالاخره حالا یه ذره اونم میتونه به ما یه چیزا بده. اصلا کش نشده بود که زمان جفرسون اصلا اون استوانه کش نشده بود. اون آره ولی استوانه درسته ولی وقتی اسفانه کشف شد نشون داد که بعض اینا کاملا رو هوا نبوده این حرفا می نیازم یعنی این حرفا این کی... که اون یعنی قبل اینکه اون اسفانه گروش کش بشه که ما مثلا راجع محتویات اون اطلاعی نداشتیم میدونم من میگم نشون داد استوانه کش و استوانه کوروش نشون داد که این یونانیا حرفایی که در کوروش میزدن خیلی رو, ه... ه... همش رو از همش خودش از خودشون در نیاورده بودن یه مق... یعنی میرم یهودی 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 ها خیلی عوضش کردن خب مثلا کورش همه رو گفت نجات داد که برن خونشون یهودی ها میگن که کورش فقط مثلا میگن ما رو نجات داد حالا ادامه بدیم خب در سال 336 و تو همین هولوک 336 بود اگر اشتباه نکنم اسکندر گوجک 336 پیش از میلاد اسکندر گوجستک که به ایران میخوان حمله کنه اولین پایگاه های مقاومت در مورد لشکر اسکندر مقدونی در قضه شکل میگیره با فرماندهی یک بزرگمرد هخامنشی به نام باتیس باتیس وای میسه و مبارزه میکنه با اسکندر و چه واقعا شهامت های مردم قزه در دفاع یعنی مردم قزه همیشه سپره بلای ما ایرانیا بودن آخه مردم قزه اون موقعی که با مردم قزه الان که اصلا زمین تا آسمون فرق داشتن چی میگه این یه جوری میگه اینا انگار همونان اصلا کاملا آدمای دیگه بودن انگار مثلا زمینی که روش هستی باعث میشه که تو همون آدمای اون موقع بشی